سلام روزتون بخیر امیدوارم که خوب خوب باشید در لقمه امروز میخوایم راجع به یه مبحث از آینده با هم صحبت کنیم خیلی سریع بگم لقمه قبلی رو میتونید تو این لینک ببینید اگر دوست رو داشتید روش کلیک کنید اما امروز میخوایم راجع به آینده صحبت کنیم آینده با برنامه ریزی و آینده بدون برنامه ریزی. ما یه آینده با برنامه داریم که در موردش قبلا فکر کردیم یعنی چی؟ یعنی براش برنامه ریختیم روش فکر کردیم تصمیم داریم این میشه آینده با برنامه یا توی انگلیسی پلند اما یه آینده هم داریم بدون برنامه رزی. یعنی میخوایم راجع به یه بحثی توی آینده صحبت کنیم که هیچ فکری راجع بهش نکردیم و یه جورایی ناگهانی یا برنامه براش نکردیم به اون میگیم آینده بدون برنامهریزی یا آن بریم ببینیم این دوتا آینده به چه صورتن ما میخوایم راجع به زمان آینده ای که تصمیم توش وجود داشته یا تصمیم وجود نداشته planned, آن صحبت کنیم زمان آینده ای که تصمیم توش وجود داشته مثلا در مورد سفری که میخوایم بریم یا قرار ملاقاتی که با دکتر گذاشتیم خب میبینید از قبل تصمیم گرفتیم و اینها رو قرار گذاشتیم یا برای سفر برنامه ریزی کردیم اینها میشه زمان آینده ای که برنامه ریزی شده اما غیر برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی در لحظه تصمیم گرفتن Decide at this moment Decide at this moment یعنی در لحظه تصمیم بگیریم بریم آینده برنامه ریزی شده رو با هم ببینیم اما آینده با برنامه ریزی خب یا از be going to استفاده می کنیم be going to یه مثال ببینید I'm going to visit John on Sunday I'm going to visit John on Sunday. من قصد دارم که جان رو یک شنبه ملاقات کنم. من قصد دارم که جان رو یک شنبه ملاقات کنم. می‌بینید داره در مورد یک قصد، یک نیت، یک برنامه ریزی صحبت می‌کنه. یا اینکه می‌تونیم از present continuous یعنی همون حال استمراری استفاده کنیم. باز مثالش رو ببینید. I'm visiting John on Sunday. I'm visiting John on Sunday. یعنی من جان رو یکشنبه شنبه ملاقات می کنم. من جان رو یکشنبه ملاقات می باز هم در مورد یک برنامه ریزی داره صحبت می کنه. پس میشه آینده برنامه ریزی شده. دقت کنین تو این جمله اگر ساندی نیاد یعنی اگر یک شنبه نیاد دیگه نشون دهنده آینده نیست و میشه حال استمراری یعنی معنی همین الان رو میده متوجه شدید پس اگر ساندی نیاد معنی حال استمراری میده یعنی همین الان باز برگردید ببینید بله اینجا منظورم بود اگر اینجا ساندی رو ما نیاریم چی میشه میشه I'm visiting John I'm visiting John یعنی الان دارم جان رو ملاقات میکنم الان دارم جان رو ملاقات میکنم این میشه حال استمراری خب حالا بریم سراغ آینده بدون برنامه ریزی یا برنامه ریزی نشده اما آینده بدون برنامه ریزی از ویل به علاوه ورب یا مخففش apostrophe دابل l به علاوه ورب استفاده می کنیم مثالش رو ببینید What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? یعنی این آخر هفته قراره چیکار کنی؟ این آخر هفته قصد داری چیکار کنی؟ I'm going to visit my mother and maybe I'll go to movies. I'm going to visit my mother and maybe I'll go to movies. میبینید میگه من قصد دارم که مادرم رو ببینم. این یه برنامه ریزیه و ممکنه و شاید برم سینما. یعنی این سینما رفتنه برنامه ریزی براش نداره اگه جورشه میرم. پس این میشه آینده بدون برنامه ریزی. خب امیدوارم لغمه امروز به دردتون خورده باشه اگه دوستش داشتید لایک نره کامنت برام بذارید و لطف کنید اگر علاقه من هستید به آموزش زبان انگلیسی و هنوز کانال منو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید بسیار ممنونتون میشم روی تصویر دارید یک پلیلیست میبینید از پلی لیست لغاتی که من قبلا باهاتون کار کردم اگر دوست داشتید روش کلیک کنید و از اون پلی لیست هم استفاده کنید روز و روزگارتون خوش خدا نگهدارتون Thanks for